درود عرض احترام خدمت دوستان عزیز و مهربان کانال یوتیوبی یادگیری. امروز 20/11 سال 2020 هست و الان ساعت 20:20 هست. همونجوری که توی ویدیو خبری قبلی بهتون این وعده رو دادم، الان میخوایم خبر خوب این ماجرا رو با هم دیگه بخونیم. ساعت 15 بود تقریبا که این صحبت به رسانه ها و جراید رسید و خوشحالم که شبکه یوتیوبی یادگیری اولین شبکه ای هست که برای فارسی زبان ها این رو هم میگه که احتمال خیلی زیاد تا 20-25 روز دیگه واکسن مجوزش رو گرفته و در اختیار افراد هم قرار خواهد گرفت. صحبت از این هست که خانم مرکل و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که اسمشون هست خانم اینجا آوردم ارسلا یا اورسلا فون در لاین که میبینید که پرزیدنت اتحادیه اروپا هستند، این دو نفر با همدیگه صحبتی داشتن و هفنونگ بر این دارن که هفنونگ یعنی امید بر این دارن که سولاسونگ یا مجوز این واکسن تا به زودی صادر بشه. در کشور آمریکا درخواستش توسط دو فیرمایی که این رو تولید کردن بیونتچ و همینطور فیتزا این در واقع گذاشتن قراردادشون رو درخواستشون رو و احتمال خیلی زیاد هم خیلی سریع این مجوز براشون صادر میشه، چون که گفتیم صحبت از این هست که خیلی لیلی به لالای قضیه نذارن و سریعتر مجوز این رو صادر کنن، مثل هر ماده دیگه باهاش برخورد نکنن و سختگیری زیادی نکنن. بعد از یک صحبتی که در واقع اینترنتی هم بوده، ویدیویی بوده، این دو اعضا با هم دیگه صحبت کردن و صحبت از این هست که یک تاییدیه سریعتر بگیرن، خیلی سریعتر. میبینین اینجا نوشته که قبل از پایان سال این مجوز صادر بشه. شاید الان یه نفر بگه این خبر رو هم قبلا هم داده بودی که این قضیه هست، ولی خب این قضیه هی داره جدیتر میشه و از این باب هست که میبینید توی خبرها میاد و منم به خدمت شما عرض میکنم. دوستان عزیز، در واقع میتونیم بگیم تا 20-25 روز دیگه احتمال خیلی زیاد این واکسن در اختیار عمومی قرار میگیره. صحبت از این هست که اول کسانی که خیلی نیاز ضروری بهش دارن، کسانی که سنشون بالا هست، کسانی که توی بیمارستان ها و مراکز درمانی کار میکنن و یا پیش مریضی دارن، مثل مریضی های ریوی و قلبی و اینجور چیزا دارن، اونها اول این واکسن رو بگیرن و بعد کم کم به همه بدن. صحبت از این هست که وسط سال آینده تقریبا تمام کره زمین این رو گرفته باشن و این صحبت ها هست. خیلی هم اگر نمیدونید بدونید که صحبت های جدی از این هست که کسی اختیار این واکسن رو در دست نتونه بگیره که بخواد استفاده فقط تجاری ازش بکنه و این واکسن رو در اختیار دنیا قرار بدن، چرا که خب به هر حال این قضیه دنیایی هستش و نمیخوان بذارن که کسی از این قضیه سوء استفاده اقتصادی و یا برای ناسیونالیتت بکنه. خیلی جالب هست که بدونید که مؤسسه‌ای که در واقع این واکسن رو کشف کرده، درسته که توی آلمان هست، ولی صاحبان در واقع متخصصین اصلی مؤسسه ترک‌ها هستن. در واقع میتونیم یک خوشحالی داشته باشیم از این که مهاجرانی که به این کشور اومدن مسلماً مدامن نشون میدن که مثل هر ملیت دیگه‌ای میتونه هر ملیت دیگه‌ای قوی و موفق باشه. در واقع راز موفقیت منطقه نیست، بلکه همکاری و همیاری هستش. اوکی دوستان عزیز، بریم یک کمی هم با هم دیگه زبان یاد بگیریم، چون شبکه ما اسمش یادگیری هستش. بریم ببینیم برای زبان چه کار میتونیم بکنیم. یکم با هم دیگه کار میکنیم. ایمپ شتوف یعنی ماده، شتوف یعنی ماده، ایمپ از فعل ایمفن هم میاد که یعنی میشه واکسن، واکسیناسیون. که سوال این هست آیا تا وسط امسال میاد یا نه. قسمت بالایی خیلی چیز خاصی نیست، غیر از این که میبینید کلمه طولانی هست، EU اتحادیه اروپا، کمیسیون یا همون کمیته و این اسه دوتا کلمه رو با هم میچسبونه و شفین رئیسش که همون که گفتیم این خانوم هستن فون در لاین که اسمشون هم اینجا نوشته ماخن هفنونگن. این فعل ماخن محبوب ترین فعل ما خارجی ها، از هر کاری میخواییم بکنیم میگیم ماخن ماخن.
و این ولی هوفنونگن ماخن کاملا رسمی و دقیق و عالی هستش. ایش ماخن میه هوفنونگ über etwas, اوکی؟ auf etwas. auf چی؟ auf eine rasche Zulassung. rasch مثل ریش یادتون باشه rasch این کلمه هست یعنی تند و سریع مثل schnell ولی این rasch یه جورای تنده schnell سریعه تند یه کمی بازم از سریع قوی تره بیشتره Zulassung Zulassen اجازه دادن Zulassung مجوز که برای Impfstoff in den USA میبینید in den USA این به خاطر که United State American هست این آلمانی ها بهش آرتیکل در دادن in den USA در کشور USA اینها به انتخاب کردن درخواست دادن کیا دی فیرمن بیوتیج دی فیرمن به خاطر اینکه جمع هست و فیتسا چیو دی نوتفال زولاسونگ نوت یعنی ضرورت نوتفال مورد ضروری زولاسونگ گفتیم مجوز مجوز در واقع سری و سر یا همچنین بگیم اورژانسی فو ایرن ایمپشتوف برای اون ماده واکسنشون نخ ویدیو بغاتونگ بعد از یک بغاتونگن در واقع بغاتن توی فعلای درسای قبل داشتیم یعنی مشورت کردن بعد از یک ویدیو مشورتی که رئیس اتحادیه اروپا همونجور گفتیم زکت فراو در واقع بوندس کانسلرین انگلا مرکل اون بوندس کانسلرین کشور آلمان خانم مرکل گفت که زی رخنه این چرا شده رخنه دوستان توجه کنید در زبان آلمانی موقعی که میخوان از زبان یکی دیگه حرف بزنن یه گرامر خاص داره در واقع برای سوم شخص که زی هست باید گفتیم زی رخنت درسته؟ اون حساب میکنه ولی چون داره از زبان یکی دیگه حرف میزنه که حالا مثلا زبان خانم مرکل این گرامرش میشه انگاری اول شخص فعل صرف میشه خیلی گیجتون نکنم ولی اینجوری قضیه زی رخنه شون فور دن دسامبر اودر زیر شنل نخت یارس ونده میگه که اون حساب میکنه برای دسامبر یا خیلی سریع بعد از پایان سال یا سال عوض شدن به این تحویل سال در واقع دیر دیر میگه مثلا یک و دوم ینوار سال 2020 میت در سولاسونگ اینس کونا ایمپشتوفه این اروپا برای یک مجوز اون ماده واکسنی که در اروپا هست فون در لین زکته اون خانم فون در لین گفته که دستی ایمپشتوفه اون بیونتش فیتسا بر اون دوتا مؤسسه که این رو کشف کردن زووی فون و همینطور زووی یعنی همینطوری و ولی یه گرامر کوچولو داره بماند فون مدرنا د اروپیشن آرتسنایمیتل اگنتوا این یک مؤسسه ای هست که در واقع اگر اشتباه نکنم و درست فهمیده باشم توی خبرها اینها این اگنتو یا بگیم آژانس دارویی اتحادیه اروپا هستن که یه جورایی باید با اینها همکاری کنن همه که بتونن مجوز بگیرن تو اونجایی که من فهمیدم تو فولگ این دزفایتن دسامبر هلفته یعنی بر این هستن که دومین قسمت ماه دسامبر زفایتن دسامبر هلفته اینه بدینگته مارکت زولاسونگ بکومن کومن یه دونه بدینگت مشروط بگیرنش در واقع یه جورایی به خاطر اینکه شرایط خاصه ما مجبوریم یک بدینگت بهشون زولاسونگ بدیم مشروط بهشون بدیم when alles problems problemlos weitergehe اگر همه چیز بدون مشکل پیش بره در واقع میگه مشکل ممکنه پیش بیاد قول 1000% ما به شما نمیتونیم بدیم که بگیم 100% هست بدون شک امیدواریم هیچ مشکلی پیش نیاد و این اتفاق بیفته که
تا نیمه دوم ماه دسامبر. خانم مرکل گفتن که دیر دیر تا آخر تا اول سال 2021، یعنی بعد از اون سال تحویل. اوکی، امیدوارم خیلی وقتتون نگرفته باشم و از این ویدیو هم چیز یاد گرفته باشین. شب خوبی براتون آرزو میکنم. همیشه امیدوارم خوشخبر باشم. بدرود تا ویدیو بعد.